اینجا دانتان شهر کلگری در کانادا. پنجره ایست که معکوس میکنه، گاز هوا رو میفرسته به جلوی هواپیما. الان دیگه لازم نیست، درش بسته میشه. اینجا در فرانسه اتوبوس برقی اومده سر ایستگاه، دستگاه داره اوتوماتیک از روی سقف شارژش میکنه، بنابراین این باتری ها رو به این طریقه هم میشه شارژ کرد. الان دیگه در ما کرد که ملت برن تو، یا شاید هم میخواد خودش فعلا بری استراحتی بکنه آقای راننده و اتوبوس رو بذاره شارژ بشه. اینجا شهر نیسه و اون دریایی که در جلو میبینید دریای مدیترانه است. در یک بعد از ظهر ساعت 1:45 شب. دریای مدیترانه شهرتش به آرامش خیلی زیاده و از این نظر یکی از بهترین جاها برای شنا کردن سواحل کشورهایی است که در اطراف مدیترانه هستن. طرف جنوبیش میشه افریقا، طرف شمالیش میشه اروپا. با درود خدمت دوستان گرامی، من فرهاد کاشانی هستم. الان ساعت 3:30 بامداد به وقت فرانسه، ولی به وقت کالیفرنیا الان ساعت 6:30 بعد از ظهر. مغز من الان نمیدونه ساعت 6:30 بعد از ظهر یا 3:30 شب. از این طرف خستم، میخوام بخوابم، از این طرف مغز روشنه و میگه الان که وقت خواب نیست، ساعت 6:30 بعد از ظهر. به این واقعه میگن جت لگ. حتی بعضی دوستان ایرانی من دیدم میگن جت لگ، ولی جت لگ نیست، جت لگ با گاف، L-A-G، لگ یعنی تأخیر داشتن. یعنی مغز من الان دچار تأخیره
و قاطی کرده، نمیدونه 6:30 بعد از ظهر یا 3:30 نصف شب باید بخوابه یا نه باید بخوابه. این معمولا بعضی وقتا یکی دو هفته طول میکشه خوب بشه، تا میای خوب بشی دوباره برمیگردی به اون شهر اصلی که زندگی میکنی، دوباره داستان برعکس میشه، دوباره اونجا ساعت چه میدونم 6:30 بعد از ظهر فکر میکنی ساعت 3:30 و نصف شب باید بگیری بخوابی. در نتیجه در تمام مدت دهندره و حالت خواب و به حال اینو خواستم بگم که با این جتلگ آشنا بشید. شماره دو، با Airbnb آشنا بشید. Airbnb مدلی است که شما در یک اپی که دارید خونتون رو اجاره میدید یا اجاره میکنید. من هم در Airbnb اجاره میدهم هم اجاره میکنم. بنابراین این جایی که الان گرفتم در فرانسه و دارم به صورت اجاره میدم، یک مثلا خونه یه اتاق است یا استودیوه، ولی برای من کافیه. خب از این جتلک هم که بگذاریم، چون ویدیو ندارم برای فردا، همین رو سعی میکنم به صورت یه ویدیو در بیارم. داشتم فکر میکردم که الان بهترین مقایسه برای انتخابات امریکا که ترامپ و بایدن خواهد بود و هر کدوم یه ایبی دارن، این درست مثل اینه که فکر کنید در ایران اگه رجوی زنده بود، رجوی داشت بر علیه جنتی میرفت برای ریاست جمهوری. رجوی اشکال این داره که فرقی عمل میکنه، جنتی هم اشکالش اینه که زیادی پیره. این هم مشکلیست که الان امریکا خواهد داشت و ظرف یک سال و سه ماه آینده تا انتخابات، یک سال و سه ماه هم کنم ظرف 13 ماه، با این مسئله باید یه جوری کنار بیاد. یه آدمی که کارش فعلا امسال خوب بوده ولی پیره، حتی بعضی وقت بهش کارت میدن که یه جایی که میره چی باید بگه، با کی باید دست بده، اینه که باشون دست میده کیا هستن، وگرنه قاطی میکنه و گناهی هم نداره، گناه پیریست. یا مثلا فرض کنید وسط سخنرانی میخواد بگه حماس، یه دفعه یادش نمیاد میگه the other team، یعنی اون تیم مقابل. این برای خود من در سن 70 سالگی داره اتفاق میفته. اومدم بگم مثلا یارو هنیه، اسماعیل هنیه رئیس حماس که در قطر زندگی میکنه، اون لحظه آخر اسم هنیه یادم نمیاد ولی اسم خالد مشعل مؤسس حماس یادم میاد که اتفاقا اونم در قطر زندگی میگرده، شاید هم هنوز میکنه. میگم افه خالد مشعل، برای که نمیتونم مثلا میگم اون بازی یه ذره کمتر غلطه تا بگم حماس. میگه همین رو تو سخنرانی بایدن هم بعضی وقت میتونید ببینید. مسئله سن، متاسفانه انتخاب بعدی داریم در انتخابات بعدی، یه دونه دزد، یکی آدم فراموشکار. سوال اینه که کدومشون بهتر میتونن مملکت رو اداره کنن و فعلا معلوم نیست. و هر حال من این ویدیو رو به علاوه چندین تیکه دیگه که اینجا ویدیو گرفتم با هم به عنوان یک ویدیو میذارم که تا ویدیوهای بهتری بتونم از اینجا تهیه کنم. این چهارمین سفر من به نیس در چقدر 40 سال گذشته بودن. خوب و خوش باشید. اومدم به بازار آنتیک و عتیقه نیس، شهر نیس، که دوشنبه صبح این بازار برقراره. هر چی که فکر کنید از شیر مرغ تا جون آدمیزاد در اینجا موجوده. آکاردونی هم میزنم این وسط رو. بعضی وقتا اونه که واردن یه همچی جایی میتونن چیزایی رو بخرن که جای دیگه میتونن خیلی گرونتر بفروشن و پول خوبی توش در بیارن. من دارم دنبال یک کیف کوچیکی میگردم که کردیت کارتام و سویچ تسلا و ایرپادم مجموعاً توش جا بگیره. اگه ببینم حتما، اگه قیمتش مناسب باشه خواهم خرید. اینجا توریست کشورهای دیگه هم که میاد میارنشون اینجا یه مقدار سیاحت کنن و چیزایی بخرن و چیزای جالبی هم هست برای کسی که اهل این کار باشه.
چیز جالب اینجا زیاده. امیدوارم دوستان بعد از این ویدیو به من نگن آقا راست اون بشقابی که اونجا فلان بود قیمتش چند بود، چون من اصلا چیزی رو قیمت هیچیشو نمیدونم و نگاه نکردم. قیمت ماشتم هم بطا نپرسید هیچ برمشو نمیدونم، فقط دیدم چیز قشنگیه برای دوستانی که ماشین باز هستن ببینن. فقط دفعه بعد اومدید نیست حتما بیاد به این بازار سر بزنید و خودتون اینا رو بخرید. باز ماشین های آنتیک و مسائل منزل و جان باز بازم برای دوستان ماشین اینجا دوز کوچه پس کوچه های نیست و رستوران های کنار خیابونی. کلیسا هم که همیشه همه جا هست.